سلام خدا و عرض سلام قانون من پولشویی و جلوگیری از تمویل حراس افغانی در نهایت و شش روز قبل از ضرب الاجل تعیین شده به تصویب رسید این قانون در هشت فصل و هفتاد ماده از سوی پس از زمانگیری طویل به تصویب رسید قبل از این نگرانی های در قسمت عدم تصویب این قانون و رفتن بانک های کشور به لیست سیای جهانی مطرح بود اما اکنون با تصویب این قانون این نگرانی ها تا جای زیاده شده است اما هنوز هم شش روز دیگر و گذشتن این قانون از مجلس سنا و رسیدن به ریاست جمهوری و توشی این قانون از موارد است که هنوز هم فرصت زمان کم و تصویب این قانون توسط اه اه توشی این قانون توسط رئیس جمهور یکی از نکات موارد بحث است اما چگونگی تصویب این قانون در مجلس نمایندگان یا ولوسی جرگه و نشست های چیگونگی در مورد این و حاشیه های بحث در این زمینه را با حضور بزرگواران در بحث حضور یافتن و بحث میگیریم من هم در غفری میزبان این بحث هستم و مهمانان عزیز در این بحث حضور دارن محترم صادقی زاده نیلی و محترم قدرت الله زکی نماینده های مردم در مجلس نمایندگان و همچنان آقای امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه هم چون در دعوت در برنامه دعوت شدن تا لحظات دیگه با ما خواهند پیوست مهمانان به بحث خوش آمدین آقای نیلی میخوایم از اینجا آغاز کنم که اول از زمان گیری این قانون شروع میکنیم فرصت زیاد را در, در مجلس گذشتاند علت این مسئله دقیقا چی بود مردم میخواین بدانند بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و مهمان محترم شما همچنین بندگان محترم تلویزیون شما قبل از اونی که سوال شما را پاسخ بل. بدم به این نقطه اشاره میکنم که بعد از انتخابات یکی از, از سواردهای افغانستان قانونی من پولشویی هست بل. برای اینکه در غری قانون تصویب نمیشودی همونطور که شما اشاره کردید تمام سیستم بانکی کشور به رفت و تا 5 سال دوام میکرد و در نتیجه از او تمام معاملات بانکی افغانستان دچار مشکل میشد در نهایت نه پول داخل افغانستان میشد و نه پول بیرون از افغانستان این مشکلات بسیار فراوان را در پیش روی افغانستان گذاشت اما تصویب از یک گام است یک دستاورد است امیدوار هستیم که مجلس سنا وظیفه خود انجام میده و جناب رئیس جمهور هم قانون را زود کنه اما زمانگیریش اگر منظور شما زمانگیری در داخل شورای ملی بوده باشه خصوصا ورسی جرگه ما فکر میکنیم که از قوانینی است که بسیار زود و با کمترین زمانی تصویب شده شما ببینید اولین روزی که قانون آمد معرفی شد و در کمیسیون مربوطه اجرا شد سی یک برج دو بود و امروز که 26 برج سی بود نزدیک 27 روز این قانون تصویب شد قانونی است که 70 تا دا ماده دارد و خواندن از و سر از ما کار فراوانی انجام داده این روزایی بوده که از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر سر از قانون ما کار میکردی پس کن... این مسئله که ضرب العجل تعیین شد و مدت برش این شد که میبایست تا 22 ماه جون سال میلادی تصویب شود چه آدرسی بود چرا این گونه تاکید اگر این قدر فرصت کم را در داخل مجلس گذاشتان پس این تاکید از کجا آیا اینجا تخریب شده بود یا جای دیگر شما ببینید اون نقطه برمیگرده با حکومت افغانستان حکومت افغانستان حداقل دو سال زمان داشت که کار میکرد بله حکومت افغانستان کار خود انجام نداد. حکومت افغانستان افغانستان را مردم و شورای ملی را در تنگ قرار داد. یعنی این چیزی نبود که شورای ملی آماده باشد در مقابل ازی به با تفاوتی برخورد کرده بله یک قسمت بعضی از وکلای محترم که در دوره کمپاینا مصروف بود و یه از روز شنبه هفته گذشته در جلسه عمومی آماده شده بود برای تصویب متاسفانه ما نصاب نداشتیم سه تا جلسه را بدون نصاب سپری کردیم نشد در از سه تا جلسه شنبه هفته گذشته دوشنبه هفته گذشته و چهار شنبه پس دقیقاً همین نکته که شما مشوره کردیم با بیشترین مورد نق قرار گرفته بود علتش چی بود چرا این گونه چرا حداقل دو سه جلسه ای که می تصویب میشد تصویب نشد خب این بحث بر میگرده که نمایندگان مردم همون طوری که شما در جریان هستی داشت وقتی کمپاین های انتخاباتی بود شاید دیدگاه از این گونه بوده که بریم در تایید این سرنوشت کشور خود تایید این سرنوشت زعیم خود با مردم خود در آی رول و نقش بوده باشیم ولی از دیدگاه ما از دیدگاه ما و تعداد زیاد نمایندگان دیگی که در تالار تا حدود 105 نفر ما حاضر بودیم که باید 125 نفر میشدیم، از دیدگاه ما یه اهمیتش بیشتر بود به خاطر از اینکه مردم ما را وقت فرستاده به هیچ نماینده خود در از کرسی ها که ما رسیدیم از وجود رای مردم و مردم ما را اینجا رسانده دخن. شخص خود شما در کدام یکی از مجموعه بودن در مجموعه غیر در مجموعه حضور داشته در ما... مجلس ما خدا را سپاسگزار هستم ما سربلند هستم ما را مردم افغانستان به دلیل بزرگواری شما اهل مطبوعات که زیادتر حضور داره میشناسم مجوزی کسایی هستیم که شاید اتفاق بسیار به ندرت افتاده باشه لیست ما به نام غیر حاضر اعلام شده باشه کسایی از نمایندگان هم بودن بودن که در دوره در دوره, دوره ما جز غیر از را نبودم. جزی حاضری بودیم که در هیچ کمپاینی نرفتم سپاسگزارم آقای زکی شما رو خوش آمدید میگم در ضمن میخوایم بدانم که کسانی که غیر حاضری کردن و حداقل این مساله را به یک بحران و به یک نگرانی مبدل کردن در دیدگاه مردم که قانون اگر تصویب بانک های افغانستان سیستم بانکی افغانستان برای می میره و دقیقا پیامت های در بازار و در تجارت و خیلی زیاد بیشتر مطرح بود و شما هم مسئله را احساس کردین چه کسانی بودن و کجا مشغول بودن کدام یک اهمیت داشت بیشتر تشکر بسیار از اول ما سلام میفرستم و بینندگان محترم و حاضرینی که در اینجا در این محفل حضور دارن جناب نیلسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سونیان این قانون قانون من تدهیر و پول واقعا یک مسئله مهم و اساسی بر مردم افغانستان بود و انتخابات نوادسه و انتخابات داردو هم یک مسئله بسیار مهم و اساسی پروسه ملی بود بر مردم افغانستان ما با طبیق افتادن این قانون را و پارلمان کدام رابطه هم نداره ارتباط هم نداره اما سه جلسه تخیره که این قانون تصویب نشد بنابرای عدم موجودیت نماینده ها مشکل در قوای اجراییه بود ما پارلمان بارها در میدیا شنیده باشه صدای خود کشتن پول هایی که غیر قانونی انتقال میتن از, از طریق هوایی در دوبای و در کشورهای اروپایی ما همیشه صدای خود کشیدیم و اعتراض خود داشتیم باید در باره از یک میکانزم یک قانون رو ما داشته باشیم که تا جلوی همین پول های غیر قانون رو بگیریم ما سالها سر اعتراض هم داشتیم از طریق میدیا برای مردم افغانستان هم رساندیم بله. و انتخابات در سه جلسه عمومی که در پارلمان تعداد وکل با سایبای ما که نسا پورا نمی کرد ای یک توتیه در مقابل نماینده مردم در پارلمان بود که میخواستن خواستن مردم افغانستان را بندام بسازن اما اما شما چی میکنید انتخابات این بود یا واقعا نماینده ها حضور نداشتن رسالت دیم... واقعی کاریشان را گذاشته بودن بله. کنار ازو ګرم بسر مهم انتخاباته یو پروسی ملي بود أما خو ځکه چې ټول <سؤال> دنیا رسالت اهمیتی که مبتنی بر وظیفه برشون سپرده شده و یا مسئله که حضور پیدا کنند بله. در کمپاین ها و در بر خودشان بله. سمت و جایگیری کنند کدام یک از دید شما اهمیت داره اردیش هم اهمیت داره اردیش هم به مردم افغانستان است 2014 شما 4 ماه پیش 5 ماه پیش سر صدا را شنیده بودین که بله. افغانستان به یک بحران میره انتخابات امکان نداره وضعیت امنیت خراب میشه اکثریت سرمایه‌دارای سر ما تاجرای ما از این نگاه تشویش داشتن سرمایه‌گذاری بود نه واردات داشتیم نه صادرات داشت. داشتیم. ما امروز بر مردم افغانستان تبریک میگم که واقعا یک پروسه ملی را با اشتراک پر رنگشان با حضور که واقعا دنیای توقران نداشت ما نداشتیم اشتراک کردند این تلاش فعالیت بزرگای افغانستان نماینده مردم افغانستان بود این پروسه را با کمک شما در این فرصت که کار بود انجام نشد بنابر ارجشم حضورشان ارجشم اهمیت داشت بسیار مهم بود بر مردم افغانستان نماینده مردم افغانستان بعد از انتخابات در ظرف در کابل حضور داشتن اما کشن امروز در پارلمان این قانون را پاس کردن این قانون قانونی بود که برای نفع مردم افغانستان بود شکایت هایی که از بانک های جهانی از بانک های کشور های اروپایی که برای ما رسته بود ما تلاش کردیم که اردو پروسه را موفقانه ما خلاص کنیم پس شما حق با اف که غیر حاضر بودن و در مجلس نیامده بودن حق داشتن در کمپین ها حضور پیدا کنند. وظیفه وظیفهشون بود با خاطر از اینکه او هم یک پروسه ای ملی بود ما فعلا با تاریخ از قانون که مشکلات نداریم وقت داریم نماینده ها با قسمی که ذرات بود وظیفه وظیفهشون انجام دادن هر دو پروسه را موافقانه پیش بردن امروز قانون ما پاس شده و انتخابات ما به یک شکل درست موافقانه و پایان رسید ارتشون بنا افغانستان است ما با مردم افغانستان تبریک میگم سپاسگزارم همکاران مشاور یک وقفه دارن پس از وقفه ادامه بس به دامه بحث خوش آمدین در امتداد بحث آقای یار همچنان با خود داریم رئیس کمیسیون مالی و بودیجه در مجلس همانگان آقای یار خوش آمدین به برنامه ما تشکر در امتداد میخوایم دیدگاه شما رو داشته باشم که چی میپندارین اهمیت این قانون تا چی میزان است و این مدت زمان را که تاخیر شمرده میشه و در مجلس فرصت زمان زیاد را گذاشتان چه علت را در قبال داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم تاسیول چنان دولسی جرگی دخوانه د پايشو د سپينوي قانون تصویب شو بله من چې د نړیوالو سره پرابطه کی او هرې ارقم نه ګراني چې واغه اومده تن د ملي شورا نو بله زما په نظر باندې ملي شورا ولشي جرګې تایید کړه او مشرانو جرګه هم زما په نظر باندې چې ان شاء الله غي مخالفت نه لري دا چې ری جمهوریت او شیکې کوي توشیکې توشی نړیوال تم دا وخت خبره معلومه ده چې ری جمهور واقعا پاتیدا وخت اخلاص ده کاغه توشین کی را روان حکومت توشیکې خو مهمه خبره د فاتيف د فاریاغه ای اداره چې د پیسو د سپینوي نړیواله اداره چې فرانسې کی مرکز درې د فاتيفونه باندې دا غیر لپاره مهمه چې واغه ملي شوره او به پاغي کی ولسی جرګه وا چې هغه دا ولسی جرګې نه پاس شو زم ما په نظر باندې هغه موږ سره مخ کیدین چې موږ د قانون تصویب کوو باسون درلوده که موږ چیرته د میلی شو رانه د قانون تصویب کوو نو زمنګ هغه ډید لاین چې موږ ته را کړ شوی ده دا به د منځل اچو زمنګ بانکونه به با تور لیستال نشي یعنی هغه خطر چې موږ درلوده چې د افغانستان بانکونه بعد با د دویم تاریخ نه بعد تور الحمدلله اما اکنون شش روز دیگه باقی است و گذاشتن این مسئله مون که شما اشاره کردین به مجلس سنا و مشروعان جرگه و بعدان ریاست جمهوری فکر نمی زمان کم بر سنا و حداقل توشه باقی مانده آیا اهمیت این مسئله در جریان تسبیب قانون مراحل تشریفاتی قانون است که می بایست تایی شود این زمان کم به اونها داده نشده؟ آ... استن تاسو ورېدل چې قانون کې چې تاخير راغلی او د حکومت د خوان راغلی خصوصا د مرکزی بانک د خوان راغلی منګه ولوسي جرګه واقعا چې په اخلاص سره د قانون ترای ورکړه څومره چې موږ په دې قانون باندې کار کړی زه د خپل ملګرو نه همکارانو نه ازما د کمیشن چی نیلی صاحب هم په دې کې قرار درلود په دې باندې شپوره کار کړی دي موږ د خپل وخت نه مخکې د قانون ته د پایټ کې خو تاسویمم که م لکه مخکې چې ما څنګه ویل چې نړیوالو د لپاره د احمد لري چې د ولس نمائندگان یا هغه اورګانونه چې هغه قانوني صلاحيت لري او قانون پاس کوي چې هغه زمونږ استادې زمونږ د ولشی جرګه ده او د مشران جرګه ده دا دغه لپاره مهمه ده بله دا کچیر ته مونږه جمهوریت توښينه کې هغه لپاره ضروری ده مګر په دې کRONICه کثرتود از لیست سیا رفتن بانکای افغانستان به با لیست جهانی فکر میکنید محدود حل, حل شوه دغه محدود حل موجود نه هغه مشکل حل شو نړيوالو تم دا خبره معلومه تاسو ګورئ چې مونږه امنیتی قرارداد د امریکا سره دولس ته خوانه تایید شو اما جمهور چې نه توشې کړي نړيوال په دې مانا نه دي چې کنه د افغانستان من شرم نتی تړون نه یې ځکه چې موږ په خاطر وجود دراګه د ګر نګرنی درین زمينه نه ایست تجارت و رافت او معدهای تجاري دوه میته نه چې حل پیدا کنه سپاتې بخوانه چې کوم مشکل او هغه مشکل حل شو او هغه صرف د ملي شورا په تایید باندې ان شاء الله زه به یقین لرم چې ماشا الله جرګم سبب صباب سبا د قانون تایید کید شي خاص مشکل به کنه دا چې جمهوریت تشویق کوي تشویق شاید فاتف مونږ ته ډیر وخت دی د فار راک چې مونږه مگر ولسی جرګې د پاره یا د ملي شورا د پاره فاتیف مونږ وخت نه راکو هغه ویل دا باید مخکې د دغه ډېر لن تاسو تصویب کړئ دا کړئ جمهور توزیع تشکر کوم چې شش, کنی. شش قبل از این زمان تایید شده بلید. آقای نیلی دیدگاه آقای آقای زکیل تا چه میزان شما میپذیرین که مردم و نماینده های مردم برای تعیین زعامت کشور و همچنان رسالتی که در قبال این قانون داشتن اردو را متوازن و همزمان با باور از اینا خیلی با موافقت انجام دادن آیا واقعا رسالتشون در اردو بخش یکسان بود با احترام به جناب آقای زکی مرز ما میکنم خدمت شما آقای زکی نشان داد که جز غیر حاضرها بوده دیگر خب ما فکر میکنیم که وظیفه اصلی ما ما قوی مقننه هستیم است و بعد از نظارت بر اعمال حکومت ما نمایندگی کردن از مردم افغانستان من تا اصلی ترین وظیفه وظیفه قانونگزاری است خصوصا قوانین مهم و عمده و اساسی که در سرنوشت کشور افغانستان دارای رول نقش ما یک مقدار میخواهیم یک سناریو را بگونه ای مطرح کنیم که شما و بینندگان محترم شما متوجه از این قضیه شوید بله امروز اگر همه ما دایی کمپاین ها بدیم ما هم جناب یار صاحب و کمیسیون مالی و بودجه که شب رو زحمت کشید در 20 روزی قانون رو تایی مراحل کرد همه ما اگر امی وقت کمپاین می بودیم و می رفتیم از این مردم از این کشور باید ما تایین بکنیم امروز قانون دایی مرحله نمی وقتی ای قانون این مرحله نمی‌رسید، رسید، 22 جون جلسه فتیف در پاریس برگزار خواهد شد و در اونجا این قانون چی میشد؟ افغانستان دلیلی سیاه می‌رفت. دلیل سیاه تمامی تمام روابط بانکی و اقتصادی افغانستان دشوار مشکل میشد. Uh, پس معنی آه... این گفتن چیست؟ یعنی از این مسئله کردید این, این, اگر این, ای این حضور شما که حضور داشتین و آقای زکی و نمایندگی که حضور نداشتند با اونا نیست؟ این عرض می‌کنم. اگر رئیس جمهوری می‌آمد با این مشکل چیکار می‌کرد؟ این رژیم با هم دوامش پنج سال است یعنی نیست که یک ماه بوده باشه دو ماه بوده باشه این تا پنج سال دوام میکند من به نظر ما اهمیتی از این از اون مسائل به مراتب بیشتر بود اضافه تر بود و حق این حق مردم افغانستان داشت که در دا این مرحله باید ما در کرسی های خود می حداقل اگر چی نمیشد یک روز تعطیل میکردیم می قانون تصیب میکردیم بعد اگر می رفتیم پروانه داشت ولی صدمات،, صدمات که حداقل از این تاخیری که ما بار بار تاخیر اشاره میکنم یک میزان تعاملات و معاملات تجاری رفت و برگشت های پولی و تمام معاملات پولی و مواردی که مرتبط به این قضیه است در رکود مواجه بود از از بازار مصرفی و پولی افغانستان تا بانک ها اما یک رکود اقتصادی خوردن و صدمات خیلی بلند به تجار ملی وارد شد این مسئله علتش به کجا برمیگرده کدام یک غیر حاضری نمایندگان نتونستن به تصویب کنن یا رکود که یا تاخیری که در حکومت انجام شده بود تخ... عمدت ترین بار ازی به دوش حکومت است چون دو سال در پیش حکومت بود یعنی میتونه حکومت یک سال پیشتر روان کنه یک, یک سال پیشتر روان کنه شش ماه پیشتر روان کنه در دقیقه نوات پارلمان افغانستان در یک تنگ قرار دادن ما فکر میکنیم که این بارش به دوش حکومت است و این زایعاتی که رسته تانوزه به دوش حکومت است هرگیز ما خانه ملت هم متهم نمیتونیم که در ازی قضیه شریکه ولی سه تا جلسه ای که ما نتنیزی نصابه پره کنیم که میشد مثلا در پیش تصمیم تصویب بله. کرد در ده روز پیش اگر تصویب میشدی این موقعی ای از سنام تر شده بود و میرفت برای توشیه در ریاست جمهوری و اگر این توشیه میشد هیچ گونه دلغورگی وجود نداشت که در روز با تاخیر تصویب شد علتش عدم حضور نمانده ها بود جناب یار سیب رئیس کمیسیون تشریف داره ما از روز شنبه گذشته که روز عبدی جوزا بود قانون برای تصویب ساعت 11 آماده کردیم بله. تمام مثلا مواردش توافق صورت گرفت متاسفانه یک ساعت ما منتظر ماندیم نتونستیم حساب پورا کنیم روز دوشنبه می کارو کردیم حساب پورا نشد روز چهارشنبه ما حساب م... پورا نشد در نهایت این قانون در روز به تاخیر افتاد به دلیل بله. عدم حضور تعداد اکثریت نمایندگان آقای زکی شما میپذیرید مثلا را که به اثر و به علت عدم حضور نماینده ها و دقیقاً صدمات مالی که به افغانستان و به تجارت ملی وارد شده همین در روزم هم خیلی اکثریت بزرگ بوده تشکر بسیار ما احترامی که با نیلی صاحب داریم گپای از راه کاملا میپذیریم ما شخصا خودم از کسایی بودیم که غیر از زور بودیم دی دارس پانزارس متاسفانه مشکلات افغانستان و همه گی میشوم میفهمیم وضعیت امنیتی با قسم نیست که ما هر روز از ولایت رفت آمد کرده بودیم ما از ولایت تخار نمایندی مردم ولایت تخار هستیم اونجا ما پرواز نداریم هوایی رفت آمد ما امکان نداره ما از طریق زمین رفت آمد میکنیم و مشکل امنیتی هم با است که هر روز رفت آمد امکان نداره بدون از ما قبلا هم گفتیم این قانون بسیار مهم بود بر مردم افغانستان اما انتخابات از کار مهمتر بود با خاطر از اینکه خدا نخواست افغانستان قانون تصیب نمیشد بانک های افغانستان بل فکر میکنین که برآمد انتخابات که خیلی مهم میپندارین اهمیت ارزش خود داشت و باور آقای نیلی رئیس جمهور در صورتی که بانک هایش بل استثیا میرفت چی کار میکرد؟ اجازه بیتین ما میخواییم در موضوع ما این قانون را مهم و بر مردم افغانستان بر اقتصاد افغانستان مهم بودن اشش وقت این کار نکردیم و رد نمیکنیم و ایر تایید میکنیم در پالیش ده 15 روز با خاطر امی جریان کمپاین انتخاباتی زادن تاجرای ما نه واردات داشت نه صادرات داشت در هر کشور در هر دنیایی که بورین در اروپا و امریکا در یک ماه انتخابات همه چیز استاد می باشه کاملا امی وضعیت سیاسی کشور با وضعیت اقتصادی با وضعیت امنیتیش تاثیر خاص خود داره در امریکا هم بورین در اروپا هم بورین در هر جایی که بورین روز هاي انتخابات بر مردم او کشور بسیار مهم است چونکه مردم میخواهي كه رئيس جمهور خود را با كور ديديش انتخاب كنه وا يا كاي رئيس جمهور را انتخاب كنه كه بر 5 ساله اينده vaziyat iqtisadi vaziyat iamniyati vaziyat siyasi او كشور را به ناوي مردم او کشور ببينند بنان ما مساله قانون تادير پول را مهم مينيم به خاطر ازو ذاتن از 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 ما ديروز با اينجا اومديم از تخور تشريف آوردم کوشش کردیم که این قانون را پاس کنیم و پاس خداوند کردیم این پاس شد بله کاملا اما این دستاورد به با باور آقای نیلی کرده. که کردن بیشتر امتیازش به کسایی میرسه که نظری داشتن نظری خودشون از ما تشکر از کمیسیون مالی بودجه بسیار تلاش کردن این را آماده ساختن برای امروز که ما این قانون را پاس کردیم ما این را تایید میکنیم و از اینها تشکر میکنیم اینا زحمت زیادتر کشیدن ما برای پاس این قانون در مجلس حضور داشتیم و رای دادیم بینان ما رد فزیریم. نمی کنیم. شما اشارات که کردین بدون شک بر مردم و منطق این مسئله قابل قبول که شما از ولایت دور دست می اما اکثریت وکال که در کابل حضور داشتن و نام مشغول کمپاین ها بودن کدام یک رسالت شما از مجددن می بپرسم که تصویب قانون و قانون گذاری بیشتر و یا هم مبتنی بر گرایش و بینشه که در انتخابات سم بگیرن و بر خود جایگاهی داشته باشن کدام یک اقل اگر دیدگاهتون این گونه در جمع کسای غیر حاضر بود داشته باشن نه ما غیر حاضر را تایید نمی کنم. کاملا مخالف غیر حاضر وکیل هستیم قانونای بسیار قانونای است که در پارلمان امروز ما اون را پاس نکردیم تا که وقت های ما اکثر از چه حضور داشته باشند قانونایی که به نفع افغانستان نظر در بخش در بخش اقتصادی در بخش در هر موضوعی که است باید ما تلاش کنیم و پاس کنیم قانون را پاس کنیم به حکومت افغانستان مربوط میشد قوه قوی مجریه یک اندازه قوی مقننه را نسبت به این گفته ها در کمی ها دخیل است به باور شما کمبوی ها در افغانستان وجود داره ایران ما این کار نمی کنیم و سببش این گونه کسایی که نمایندگی از مردم انتخاب در بخش مقننه ما هست در بخش اجرایی ما هست در بخش قضایی ما هست تشکر ما آرزو هم داریم کمبوی ها, کمبو ها از بین بره ما تا بتانیم که مشکل افغانستان توسط سه قوه حل کنیم مردم افغانستان در فضای امن و امان در یک فضایی که وضعیت اقتصادی ما به حد مشکلات داریم که ما کوشش میکنیم ما من هیچ وزبی که اقتصاد ملی آرزوی امیرداری ما تلاش هم میکنیم که افغانستان از گدگری نجات بیاید تا ما سر دنارها هر روز پیشنهاد کنیم که سرگ ما را جور کو هم کاری بر ما کو ماش مامورین تشکر. ما را ما انشالله یک جمله دیگه اضافه کنم طرفدار همیشیم که وکل صاحب و کل سایب در ماجدی حضور داشته باشند ما تلاش کنیم مشکلات افغانستان حل کنیم. تشکر. تشکر آقای یار اصل تاخیر قبلا مطرح کردین بیشتر به حکومت افغانستان برمیگرده و حکومت نخواست زویره به مجلس روان کنه و تصویب شوه و باعث شد که بالاخره ضرب العجل تعیین شود توسط کمیته مالی مداخله مالی جهانی فکر میکنین چه علت وجود داشت چرا حکومت در فرستادن قانون تاخیر کرد دقیقا مردم میخوان بدانند که نکته هایی که شما برداشت کردین و یافتین چه موارده بود اصلا منگا دغه قوانین په پوښښني निजामونه کې هم درلوده دا د پیسو د سپیناویا د تدہیری پل قانون دا منګه درلوده د درېیم کال قانون فعلاً نافذ ده دلته چون زمنګا بانکونه نوی پیدا شو زمنګ بانکونو د نړیوالو سره خپل روابط شروع کړل کله چې نړیوالو سره څوک ماملکه باید دغه قوانین هم په نظر کې ونی شي مساله د افغانستان د یو بانک نه پیسې په پا لکونو پیسې د د یو خارجي بانک تزي یا فرانسې تزي یا امریکې تزي نو دلته چون قوانين هغه قوانين چې په نړیوال سټانډرډ باندې هغه قانون په نړیوال شي جګې د خواني هغه کوم قانوني پړونه چلري هغه تسویب شوی نه ده <laughs> بله او دلتا یو بل اداره په دي قانون کې چې د واحد استخباراتي مالی په نامه باندې چاغه به با مستقیما د نړیوالو سره خپل راپور ولري راکړه را به ولري بل خبردار چې د افغانستان بانکونه د دې قانون د مخې اغه خپل ممبرشپ تقویخه اغه وزویت چلیری د د فاتف ادارې سره نو دلتا د بازو هغه حکومتي چارواکو ویره د دې قانون نه داده چې ګینه دا یو جاسوسه اداره په دې بانک کې جوړیږي چې هغه به خاريجان ته جاسوسي کوي او یاداره چې خاريجان بدل تدیر خلاص لا سولري زما په نظر باندې یو غلط فهمی حکومت ته پیدا شو خصوصا رئیس جمهور ته پیدا شو و چې د از غلط فهمی ته چې میزان شما باور دارین دیدگاه های در این زمینه وجود داشته که دقیقا همون گونه که شما اشاره کردین قانون من پولشویی و یا تطهیر پول که برش اضافه میکنن و استفاده میکنن قانون یې څرګند کړه چې حداقل ونه مو منابع سیاسي منابع کې پولای نادرسته کې اکثره افراد در حکومت دخلستانو په دست میارنه او په دست میارډن دغه کار مجرایش بسته مشه ان گونه بعضا استدلال میکندن ان مسله دقیق نهست بله دا خبره دقیق ده او زه فکر کوم چې رئیس جمهور ته دا خبره د اندېخني ور نه زکه هغه یو رئیس جمهور دا او ما چې تاسو مر معلوم دا یو پاک شخص ده په خپل پدې شای نه کې لاس نه لري خو هغه ته د هغ خلکو د اخوان ازحنیټ ورکړ شي او چې هغه غلطی پیسې لاس تر وړي یا د تروریزم نه یا د مواد مخادر نه یا د فساد د لارینه زه فکر کوم رئیس جمهور کو مشخص هغه پا... یو مخایم وو اشاره چې شما داشتین وضاحت ان مسله نیاز است ان تاخيری که در حکومت د اقل 1 سال کونکو سال راگذشتان در حکومت در وزارت و یا با ارت ابو تطیګ به ریاست جمهوریت دښته آزاد رس خدای رئیس جمهور در قید نگاه داشته شوی و کدا م یک زما په نظر باندې دی کی د افغانستان بانک پاتری غلی ملامت دي هغه د زکه دا یو قانون دی چې د افغانستان بانک پوری تړلې دا او د تره د افغانستان بانک د خوانه شوراې وزیران ته تریوه او دوه کال درې کال په شوراوی وزيران کې پرتاوه ریشي بانک په دې نه د توانېدلې چې هغه خپل استدلال وکي او هغه د قانون چې څومره احمد نه برخورده د دالتو توزیه کې شوراوی وزيران ته یې رییس جمهوریت ته سوپریزه معلومات لرهم رییس ته بانک د قانون شوراوی وزيران ته پیښ کړي مګر د رییس عبدخان ورتویل شوی چې کړه د غلې چپ پات شوی ده نه او څو پیری دی ته وخت ورکر شو او د فاتيف د ادارې د خوانه یو پیرا دوه پیرا دای ډریمزل د چي د تاغ نه هي وخت ورکر شو نو د دې قانون سره چې څومره م... هغه غلط برخورد د حکومت د خوانه شو دا او د ده... افغانستان بانک د رئیس د ده... رئیس د زوف د وژنه چاغه په دې کې ضعیف راغلی و... او او تاسو ول چې موږ په دولشي جرګه د خوانه د افغانستان بانک د رئیس احتزاب وغوښته داغی ضعیف دا دا مدیریت نم او خوده اما هیچ گاهی دقیقاً در قسمت امین قانون صدای شما نبرامد مجلس در این زمینه هیچ اشاراتی نداشت در کنار این بعضی از تحلیل ها وجود داره که بعضی از ها هم از جمله کسانی بوده که نمیخواستند این قانون تصویب شود از شما سپاسگزاریم پاسخ این سوال از آقای نیلی میخوایم بگیریم اما پس از یک وقفه کوتاه کاران اشاره با سلام مجدد به ادامه بحث خوش آمدیم در بحث امشب نگرش پیرامون تصویب قانون من پولشویی و تمویل حراس افغانی بحث و گفتگو داریم تا اینجا ادامه دارد مهمان عزیز داریم بحث هستن نمایندگان مجلس آقای صادقی نیلی آقای قدرت الله زکی و آقای امیرخان یار های مردم در مجلس هستند و ادامه بس آقای نیلی میخواستم دیدگاه شما رو داشته باشم که تا چی میزان واقعا این گفته و این گمانه و این تحلیل دقیق بوده که بعضی از نمانده ها هم نمیخواستن این قانون تصویب شود ما به عنوان کمیسیون اقتصاسی که روی از این قانون کار کردیم و زحمات زیاد کشیدیم ما مورد را بر نخوردیم که کدام نماینده ما داشته مخالفت جدی با این قانون کرده باشه بله و شما شاید بدید امروز در 140 چند نفری که در ایگری اشتراک داشت فقط یک کارت سرخ بود چهار کارت یا یک کارت یک کارت فقط یک کارت سرخ وی حاکی از اینست که در بین مجلس در بین شورا و در بین ولسی جرگه یک چه دیدگاهی نبود که قانون تصویب نشود بله. بلکه همه تحجیل برازید داشت که قانون زودتر تصویب شود اگر مورد بودی ما حتما به امنون کمیسون اختصاصی با ما در میان گذاشتن بشود در کمیسون کمیتی مشترک کمیسون مشترک نظر مخالف میداد از جمله قوانین است بله. از جمله قوانین است که فکر کنم به ندرت شده کی قانون با اتفاق آرای کمیسیون آمده در تالار عمومی مورد بس قرار نگرفته فقط رویش رای گرفته قوانین دیگر با اختلاف نظر اما اضافاتی که در این زمینه صورت گرفته مشخص است به یاد دارین که چه موارد اضافه شده دقیقا 45 ماده داشتیم قانون اما 70 ماده شده کدام ده. موارد کدام نکات منظور از این مسئله ای است که بعضی ها باور دارن که نکاتی که اضافه شده و علاوه شده بعض بعضی موارد, موارد, موارد متشنج در خود داشته؟ شما ببینید قانونی که برای ما از طرف حکومت آمد در واقعی دو سه بار در شورای وزران موردی بررسی و مورد در قرار گرفته و شاید از طریق رسانه شما و بقیه رسانه ها مردم افغانستان شنیده باشه که دوباره با وزارت علیه عودت داده شد که برو سر از کار کنه مواداتی که 45 ماده یا 70 ماده ای که گفته میشه اینطور نیست که اینا همهش مثلا در حکومت مورد بس قرار نگرفته باشه در حکومت مورد بس قرار گرفت چیزی که سرپرست وزارت محترم عدلیه گفت که این موادی که میگه از حذف شده در واقع حذف نیست این در قوانین نافذه کشور ما در قوانین دیگر وجود داره لازم ندونه که ما در مثلا این بیاریم در ای قوانین اما بحث تعدیل تا میزان ماده ها و موارد بند ها تعدیل شده بار قبل یک برنامه ای که قبل از تصویب این برنامه ما داشتیم از کمیسیون مالی و بودجه و اقتصاد ملی هم نماینده ها اینجا حضور داشتن اشاره کردن که به شکلی این قانون که آمده موارد است که اونها خودشان خواستن یعنی به با باور از اونها خارجی ها خواسته فشار بیاره و از ما میخوان تصویب شود این نکته دخیل بوده شما ببینید قانونی که آمده بود خارجی یک فشار داشت که همین مواردی که آ آ آ جامعه جهانی روی از حساسیت داره باید در خود از قانون تذکر داده باشه و در قوانین فرعی دیگه حالا نشده باشه خب به این خاطر کمیسیون یک ابتکار به خرج برد کمیسیون مالی و بودجه که موارد اونگونه ای که حکومت روش بحث کرده بود ولی اونا را شامل از قانون نکرده بود خود کمیسون در موادات تعدیلی خود رو پونزه 25 ماده اضافه شد شو افتاد ماده بندهای زیاد اضافه شده در بله. از این قانون غیر از اینکه ماده اضافه شده بندهای اضافه شده 25 ماده اضافه ماده اضافه شده و بعضی اگر اجازه بوده باشه ما برای ازی کی اهمیت از این برای مردم روشن شوه ما میتونیم برای شما بگم مثلا یک ماده که اضافه شده حمایت از شهود است کسایی که می شهادت میده باید از نظر قانونی یک حمایت از زیر چتر حمایت قرار بگیره که بله. کسی با او تهدید

طرز تحقیق درباره مثلا از قضیه است بس مهم بحث شک بود یک از بحث های بسیار عمده و اساسی که اگر کسی پول را می میخواد در اختیار شما قرار میده یک دفعه شما یقین دارید که پول از پولای مثلا نامشروع است یک دفعه آگاه،, آگاه کسی با شما اتحاد داره دفعه شک پیدا میکنید حتی در از این مورد این مورد شکش را جانب بله. حکومت نیورده بود ولی در کمیسیون روی از کار شد که موارد شکم، چون جامعه جهانی سر از داشت بس دیگه بس کمیته ای که اجراات واحد دار بوده باشه مهم بازی بحث است کی مثلا اجرای اجرا واحد دار بوده اگر چیزی مشخصی در طرح حکومت وجود نداشت یا آمد حد اقل چارده نهاد آمد بر ریاست وزارت مالیه وزیر مالیه چارده نهاد واحد دار اجراعات یزی شد که قانون در منشه اجرا بگذاره من فکر میکنیم که قانون قانون, ایه قانون, ایه قانون ایه غنامند شده قانون شده, قانون شده که جامعه جهانی را هم جوابادش داده شده. حداقل و... از دو مورد که شارکدین موردی که شارکه دو نکته به یاد ما اومد. قسمت قسمت شهود و قسمت امین شک دو مورد بود که از آدرس بعضی از تلیگران اقتصادی و دقیقا از آدرس حکومت هم پنداشته می شد که با اضافاتی که مجلس خواسته به این مورد داشته باشه اما مسئولیت مالی و مسئولیت حتی جانی افراد را به خطر مواجه می سازه کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه در یک بانک یا حداقل پس اندازه میخواد داشته باشه ز یک منبی مورد شک قرار می مورد ارزیابی قرار می گیره مورد بازپرسی قرار می گیره این چی است آیا این گونه فرصت شما ایجاد کردین که این موارد به آیا این در امتیاز می یا در 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 از 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 این شما ببینید که ما قانونی که جناب یار صاحب مشارکت قانونی که با فرمان تقنینی جناب رئیس جمهور در سال 1383 او را نافذ کرد در اما قانونی موارد وجود داره بعضی موارد شما یاد شما حتما بوده باشه کسایی که در بانک مراجعه کرده از ده هزار دلار اگر بیشتر اینا در بانک عرضه میکرده حتما یک فرمه را باید پر میکرده اینا یعنی به یک شکل این دوی برخورد مشکل است در قضیه ما باید ده هزار دلار در بانک کنیم کنه باید یک رو پر کنیم که منبع از این پول ما از کجا بوده و ما در قسمت خروج پول فیزیکی چی عرض میکنم و شما بارها از طریق رسانه ها شنیدید ما شما شاید بدیم که بعض سالها بین 4 میلیارد تا 5 میلیارد دلار از افغانستان بیرون مرفت مجبور شد حکومت ما شما یک قانون نافذ کرد که از 20 دلار دالر بیشتر اجازه نمیداد که مثلا بله. مردم فیزیکن این انتقال بده باید از طریق سیستم و دو سیستم هم که وقتی میخواست انتقال بده اضافه تر از 20 دلار باید اون یک فرمه پر میکرد به هر حال این موارد بوده ولی تصریح از درجه قانون آمدن از در از قانون بلی تا حدودی یک, یک یک مشکل ساز تا حدودی میتونه باشه به خاطر از اینکه هیچ کار افغانستان در سیستم برابر نبوده املاک افغانستان ثبت نیست راجستر نیست دارایی های مردم ثبت راجستر نیست اون چیز مردم راجستر نیست این تا حدودی میتونه از, از این نگاه اکثر مشکلات بیاره ولی به نظر ما اونایی که پول نامشروعی را به دست آورده اگر ما بخوایم اونارو کنترل کنیم کدام مسئله دیگه وجود داره راه مسئله چی نیست که ما می بینیم. اگر بس تروریسم است ما آسیبش میبینیم اگر بس قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر ما او شما آسیب از میبینیم اگر بس فساد است ما او شما آسیب از میبینیم اگر بگی یک قانون جز قانون الهی جز قانون الهی هیچ قانونی بدون مزارات نیست تشکر سپاس مزاراتش به با مراتب از نتصیب کردن از این هایی که در این زمینه داره بیشتر است یکی از مزیت ها شما هم میخواهیم بگویید چه نکات و چه موارد مفید در این قانون وجود داره که حداقل برای مردم افغانستان و برای در کل برای نظام اقتصاد افغانستان مفید است چون مردم میخوان بدانن این نکات و موارد را که من حیثیت دستاورد با وجود شما و نمایندگی قانون تصویب شد تشکر تجارتی که تجاری ملی ما با کشورهای اروپایی، آمریکایی، عربی پیش می‌برند تجارت میکنن برای یک سال سهولتی بسیار خوبی برای زنان آوردن که میتونن از طریق های بانکی اجناس را که میخوان وارد کنند یا صادر کنند برای زنان یک سهولتی بسیار خوب بود. دوم کسایی که پول آبونسان را با اسباب فسادی داری از طریق قطع مواد مخدر غصب کرده بودن و انتقال می غیر قانونی بسیار مهم است بر مردم افغانستان که این پول ها را انتقال غیر قانونی از اینا را جلوش گرفته شد بله بکنون انتقال فیزیکی پول که قبلا هم مطرح شده بود و سال پار و قبل تر از اون هم دی افغانستان بانک هم یک این زمینه اشارات داشت که یک مقدار بسیار پول فیزیکی از میدانهای کابل و بیرو کشونیده میشه این مسئله حل شده؟ و این ارتباط به نیروهای امنیتی ما در میدان هوایی او که چیز بخشی در قانون مثلا در سرای شاهزاده با شما غیر قانونی بسیار برنامه های انتقال پول داریم ما حوالا و حساب حوالا در افغانستان بیخی این یک چیز عادی است در هر ولایت در کشورهای همسایه حوالا میشه اول جلا واسه گرفته میشه از طریق یک سیستم بانکی قانونی به یک شکل قانونی انتقال میده این بسیار مهم بود بر مردم افغانستان چون اکثریت حواله های پول مواد مخدر کسایی که کارهای غیر قانونی انجام میدادن برای بهترین گزینه از طریق بود امروز متواصل این قانون جلوی همچو حرکت‌های غیر قانونی را گرفته گرفته میشه این بسیار مهم بود بر مردم ما اما نکته که آقای یار قبلا نشاره کردن که یک گونه سوی تفاهم بود از آدرس ریاست جمهوری و هر باری که رئیس بانک مرکزی میخواست این مسئله را به ابلاغ هم و روی قانون کار شوه گفتم میشد با باور زینا که از آدرس رئیس جمهور گفتم میشد که شما بیش این مسئله مهم نیست واقعا سوی تفاهم بوده و یا دیدگاه های دیگری که بعضی ها در شبکه های اجتماعی و تحلیلگرها دیگر گونه تحلیل میکنن ما این مداخله سریع مافی اقتصادی میبینم کسایی که از راه د راوآمد بسیار زیاده داشتن اونا نه میخواستن ان قانون پاس شوه و از طریق قوی اجرايه د پارلمان بیا همیش اونا مداخله میکدان د ټول 10 سال شمه دیدیم کی اکثریت مافیای کسای کی در مافی اقتصادی دست درن در بخش فابریکای ما در در بخش صادراتو ما وارداتو ما در بخش برنامه های اقتصادی که در اینجا غیر قانونی بود اونا به نفع از اونا بودن اونا نه به کسی گزارش میاد نه به کسی راپور میدادن غیر قانونی درآمد زیادی داشتن حتی دامنه های این مافیا بر جمهوری میرسید بله اگر های آقای ها بعضی از کابینا وزرای کابینا هم بودن تاجرای ملی ما کسایی که در بخش همچو اوالجات پولایی را که غیر قانونی میکنن و ای, ای قانون خو جلوه بیشتری کارایی که در بخش اقتصادی ما غیر قانونی صورت میگرفت جلو وزیر گرفتند. که ما اگر وقت داشته باشیم ما یک اکتبر برش یاد اما عمومی اگر می ما مبارزه بگیم در تاخیر این قانون دست مافیا اقتصادی بود. اونا نمیخواست این قانون پاس شو، چونکه اونا بیشتر آید داشتن از این راه، با خاطر ازی اونا با این وانهای مختلف. اگر مستقل مداخله نمیکردن، با مفکره های مختلف ذهنیت قوی اجرایی رئیس جمهور بس، رئیس بسیار می اجازه بدین ذهنیت رئیس جمهور خراب میکردن با این وان خارجی ها اینجا مداخله میکنه یا با, 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 با این وان های مختلف میخواستن که در این قانون یک سلا مشکلات خلق کنه که پاس نشه اما خویزه که این اگر مشخص شوه که اگر حکومت سالنگوری که اگر شورای وزرا این قانون را نفرستاد نکته که بارها از آدرس همه گفته شده که حداقل نماینده های ملت نماینده های مردم کجا حضور دارن من حیث نخبه های ملت که از مردم نمایندگی کنن چرا صدای دقیق بلند نکردن و این قانون را قبل از اینکه خارجی ها و حداقل نهاد مالی بین المللی تاکید کنه و ضرب العجل تعیین کنه چرا اینا قبل از این تصویب نکردن شاید. این قانون را های مردم افغانستان همیش در بحث غاصبین زمین پلهایی هایی که غیر انتقال میشد فسادی که در قوای اجرایه وجود داره مداخلات غیر قانونی که وجود داره ضربه هایی که در بخش برنامه اقتصادی افغانستان از طرف از اینا اقتصادی وارد شده همیشه صدا کشیدن شما یک من از دیرم میگم در دوره پانزده تن از کمیسیون اوز کمیسیون اقتصاد ملی آقای کازمی آقای زکی به خاطر کنترل فابرکه قند بغلان رفته شهید نشدن نماینده های مردم افغانستان همیش صدای خود کشیدن فشارم وارد کردند. وزرای مربوطه را برای استزام خواستن برای استجواب هم خواستن تلاش خود را کردند چون که وظیفه نماینده مردم افغانستان نظارت از اعمال حکومت است اما نظارت خود را با شکل بسار درست انجام دادیم صدای خودم کشیدیم برای استزام خواستیم متاسفانه مشکلاتی که در طرف از طرف قوا اجرایی وجود داشت ما با شکلی که ما میخواستیم مردم افغانستان می‌خواست او را انجام دادن تانیسم. بنا بر مشکلاتی افغانستان. پس فشارها و دلایل وجود داشت که شما هم ناراضی هستین که اثر بخش نبوده صداها با اون که تلاش کردین اما اثر بخشی نداشت. اما آقای یار دیدگاه شما تا چه میزان متناسب با گفته های آقای زکی است که برخلاف اینه که شما اشاره کردین که یک سوی تفاهم شده بود دست مافیا دخیل بوده که نمیخواستن این قانون به تصویب برسه. قوانین دی, یو افراد دی. قوانین قوانین شته ده مګر دا چې تطبیقی کیږي دا د حکومت د خوانه کمزوري ده راځم ستا چې دا, دا مخکيني چې زکی صاحب نم تاسو پوښتنه وکړو چې ولې ولسی جرګه یا ملی شورا چې دغه شیو مشکل سره افغانستان مخکیږي یا بانکونه مخامخ کیږي یا غډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډډ او اوسویت چې اخلي بله پنړیوال شکل باندې دا ټول اجراییه مسایل مسایل د حکومت پورې اړه لري دا چې دې د فټيف سره په کوم وخت کې وزویت اخشته او دې ورسره غا تعهد یا غ قرارداد په سره کوم مذاکره ده کم شرایط پیخې دي ولې چې جګې دي معلومات نه درلوده په دقیق شکل باندې من بغیر د دې نه چې په حکومت کې کمین شتا حکومت دا ک قوی مقننه ده ک قوی اجرایه ده ک قزای ده من غوا تاسو په افغانستان کې ډیر مشکلات لرو د هرې نگاهه په نظام کې لرو په سیاسی ټولنی فرهنگی پټول مسایلو کې من کمې کاستی لرو من به دا ملامتیا پچا باندې نه چو پولیسي چرګه کې م... کم استازي نه سي د ملایکې نه دي د هم د دې جامعې هغه افراد دي پولیسي چرګه کې مشکلات شته د حکومت کې مشکلات شته خصوصا په دې قانون کې زما په نظر باندې د افغانستان بانک زګرام بولمه چې د دې مخ کې چې دغه قانون کې منګه وربانیکار کو یا یادي مشکل سره مخامخ شو دا چې ول دو په میډیا کې هم راغله ما د افغانستان بانک د رئیس د استیزا ورقي امزا کړی باغي با منیم ډیر خبري وشي حتی پولیسي جرګه کې مشکلات راغله او هغه دغه وجوهات چې د افغانستان بانک رئیس مديريت نه لري دا د د مدیریت خاړونډوي دا چې د جمهور پدې نه د قانوني کړې یا شوري وجران پدې نه د قانوني کړې دغه اهمیت د قانوني غي ته نه تشریح کړي چې په دغه سي وخت کې من تراوډ مگر په قانون که واقعا چې ولسی جرګې تاخیر نه دکړي په اخلاص کار کړي په اخلاص رائے ور کرده یاند جرګې کې څوک و د سه چار جلسې که تصویب نشد و عدم پوره شدن نصاب این حرف بین ما و شما اما میخوایم این نکته را در آخر از شما داشته باشم و از شما بدانم که اهمیت این مسئله و بخش اهم این قانون توسط شما تصویب شده پروسیجر بعدی و جریان بعدی کومنده دیدگاه شما در این زمینه چیست که چه باید شود زما په نظر باندې نصاب چې پورنه شو دا یو سیاسي مشکل ودل تا چې سیاسي انتقال صورت نشي انتخاباتي ټول وکیل سېبان سیاسي خلک دی په 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 انتخاباتو کې مصروفه واقع اندم د دا افغانستان یو اومده برخه ده چې باید موږ تاسو انتخاباتو کو خپل نظام په سالم شکل سره تغییر راځم بل پښتن تاسو چې دغه قانون په څومره وخت ماتل شي زما په نظر باندې په ملي شورا کې به دومره ماتل نشي رئیس جمهور هم زما په نظر باندې وښه په دې قانې شو چې دغه باس په 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 واضحه شکل باندې په پراخه شکل باندې چې څومره په مالیه بودیجې کمیسون کې په دې باندې باس شو چې په هغه کې مرکزی بانک ماوین د وزارت عدالت نماینده دا همدارنګ د چاغه وزارت عدالت خپل د حکومت نمائندګي کوي یعنی دغه طرح چې موږ تیاره کړا او دغه موږ مشراح کړا لکه عدالت شپ چې مخکوي لري 54 احمدي د حکومت طرحه موږ او یو تورسوله 500 ماده چې اضافه شوي بل بل 500 ماده چې اضافه شوي دا د څه نو چې حکومت موږ سره په کې په مشترکه جلسه کې اختلاف کار وکړ دا غي په توافق باندې دا مونږ مونږه د نړیوالو یا د فاتيف اغا نگراني نه هم په نظر کېونی ولې د حکومت اغا نگراني نه هم مونږ په نظر کېونی ولې او په خپل مونږ په دې قانون کې ډیر خلک راوغتل چې دا تر هم مونږه جوړ کړو بل اخر نن تصویب شو د رامنانه کورمدار آقای زکی در نهایت جریانون بعدي کې متصل شو د مشران او جرګه یا مجلس سنا آزاد راست شما مون هیڅ یو نماینده چنو اونا باید در نظر بگیرن و, اهم و اهمیت این مسئله و میزان اهمیت این مسئله تا چه حد است آیا اونا هم تاخیر بیشتر کنن یا خیر سری بگذارن اهمیت این قانون را خود جرگه خودشان هم درد کردن و اونا هم آماده هستن که بازترین فرزين قانون را پاس کنه ما فکر نمیکنم در مشرون جرگه هم ای به و گفته وقت ضایع کنن اون را. و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک هم مشران جرگه و هم قوای جرایه این قانون را پاس کنه تا که بتوانیم کمی مشکلاتی که تهدیدی که در بخش اقتصادی کشور ما داره از این نجات بیابیم رحمت سزگت شکری قلمان آقای نیلی در نهایت از شما میخوایم بدانم که اشارات نهایی در قبال این قانون از, از شما برای مردم و جریانی که میباییست این را طی کنه چی مورد است؟ ما اولا از مشران جرگه میخواییم که اونا صلاحیت داره که روی قانون کار کنه ولی با خاطر منافع افغانستان بگذارد زحماتی که ولسی جرگی افغانستان کشیده به می اعتماد کنه قانون از پاس کنه اگر با کمال احترام یک شوخی داشته باشیم توازن مراد کنن و دقیق یک مونان سپری کنن <applause> <تصفح> نه تقاضا داریم از اینو غیر صلاحیت داره اون تا ما تقاضا میکنیم تشکر مهمی است که باز اجرا و عمل ازی است برای جمهور حتما ای قانون توشیه خواهد کرد چون اگر توشه نکنه با معنای سوی زن و اتهام به خود رئیس جمهور است که حتما از سرمایه جناب رئیس جمهور آن که نمیخوای قانون تصیب تصویب کنه تشکر سپاسگزاریم از حضورتان یک بار مجدد گذاریم از شما عزیزان که تاکنون بیننده این مبحث بودید همچنان سپاسگزاری گذاری کنیم با برنامه های بیشتر و مباحث بیشتر با نیوز و شبکه جهانی آرینا باشید من از حضورتان مرخص میشم نگه خدا